مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامت ظله سالروز شادی حضرت زهرا سلام الله علیها را در شهر ماجنگا در جمهوری ماداگاسکار جشن گرفتند. حجت الاسلام شیخ محمد رازی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در شهر ماجنگا در جمع حاضران به ایراد سخنرانی پرداخت و در آن بر عظمت این مناسبت که توسط شیعیان جهان تجلیل می شود تأکید کرد. وی افزود فرحت الزهرا سلام الله علیها و قدیر ثانی روز بیزاری جستن از دشمنان و قاتلان آن حضرت است. افراد ناشناس بر روی دیوار مسجدی متعلق به اتحادیه اسلامی ترکیه برای امور مذهبی در اوفنباخ ایالت هسن آلمان عبارات و توهین‌های ضد مسلمانان نوشتند. در بیانیه‌ای که از سوی پلیس این شهر منتشر شد، آمده است که پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان حمله ضد مسلمانان آغاز کرده است. لازم به ذکر است که آلمان در سال گذشته شاهد 662 جنایت علیه مسلمانان و مساجد بوده است. سید رضا مؤید از اساتید شعر آیینی کشور ایران روز جمعه 15 مهر ماه در سن 80 سالگی درگذشت. سید رضا مؤید متخلص به مؤید و متولد سال 1321 هجری شمسی در مشهد مقدس بود که از آغاز جوانی به سرودن مدایح و مراسی مذهبی در بار اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرداخت. از آثار او تا کنون 3 دفتر به نام گلهای عشق، جلوه های رسالت و نغمه های ولایت منتشر شده است. طی روزهای گذشته شهرستان خوی در شمال غرب ایران حدود 60 بار لرزیده است. مرکز لرزنگاری ایران وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت 4 بامداد چهارشنبه 13 مهر زمان وقوع زلزله 5.4 ریشتری تا صبح روز شنبه 16 مهر در بازه زمانی بیش از 75 ساعت حدود 60 پس لرزه را در شهرستان خوی ثبت کرده است. این پس لرزه ها بیشتر بین 2.5 تا 3 ریشتر قدرت داشتند. در نتیجه تغییرات آب و هوایی اروپای غربی و مرکزی، احتمالاً هر 20 سال یک بار منتظر خشکسالی‌های شدید مانند تابستان امسال خواهند بود. بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط World Weather Observation، با حدود 2.1 درجه گرم شدن زمین به علت فعالیت انسانی، احتمال خشکسالی در اروپای غربی و مرکزی حداقل 3 تا 4 برابر بیشتر شده است. به گفته پژوهشگران، اگر با پدیده گرمایش زمین روبرو نبودیم، خشکسالی های مانند امسال در اروپا تنها هر 60 تا 80 سال یک بار امکان بروز داشت. مصطفی کاظمی و بشیر خساونه، نخست وزیران کشورهای عراق و اردن، سنگ بنای پروژه اتصال برق میان دو کشور را در منطقه‌ای در نزدیکی مرز مشترک بنا نهادند. کاظمی در کنفرانس مطبوعاتی پس از این جلسه گفت که ما پیش از این روی شبکه برق مشترک با عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس کار کردیم و در کنفرانس جده توافقنامه‌ای به امضا رساندیم. همچنان با چند شرکت بین المللی معتبر پروژه‌های مربوط به انرژی پاک را در دستور کار قرار دادیم. وزیر رسانه اردن هزینه شبکه برق مشترک کشورش و عراق را 130 میلیون دلار اعلام کرده و گفته که بغداد به تنهایی 100 میلیون دلار از آن را بر عهده خواهد گرفت. مقام‌های امنیتی مراکش شب گذشته جمعه اعلام کردند که توانستند یک شبکه تروریستی وابسته به سنی‌های تندروی داعش را در مناطق ملیله و نازور متلاشی کنند و بنابر این گزارش نیروهای امنیتی مراکش با همکاری پلیس اسپانیا
تحرکات این شبکه تروریستی وابسته به گروه تروریستی داعش را در شهرهای ملیله و نازور رصد کرده بودند و در یک عملیات ویژه امنیتی دو عضو این شبکه را در شهر نازور و 9 عضو دیگر از آنها را در شهر ملیله بازداشت کردند. احمد عبدالجبار مدیر اداره باستانشناسی استان دیالی عراق از ثبت سد باستانی العظیم در فهرست میراث جهانی خبر داد که نخستین سد عراقی به شمار می رود که در این فهرست ثبت می شود. سد باستانی العظیم در مجاورت سد جدید العظیم قرار دارد که منبع آب اراضی کشاورزی دیالی و صلاح الدین از قرن 4 میلادی تا قرن 12 میلادی به شمار می رفت. این سد یکی از مهمترین اماکن باستانی استان دیالی و گواهی بر توسعه و پیشرفت مهندسی سدسازی در عراق قدیم به شمار می رود. هفتمین جشنواره فیلم‌های اسلامی قرار است از 28 مهر تا 1 آبان در سالن اورینتال تئاتر در شهر میلواکی آمریکا با هدف جلب توجه غیر مسلمانان به فرهنگ و باورهای اسلامی در میلواکی آمریکا برگزار شود. جانان نجیب دبیر این جشنواره و عضو ائتلاف زنان مسلمان میلواکی در این باره گفت ایده استفاده از هنر در اشکال مختلف برای درگیر کردن مردم درباره موضوع‌های مختلف نه تنها برای مسلمانان که برای کل جامعه مهم است. فعالان و وبلاگ نویسان یک فایل صوتی ضبط شده از تهدید و توهین یک افراطی به مدیریت مسجد مسلمانان در منطقه کوراپی در شهر کوینزلند در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در استرالیا را منتشر کردند. در این فایل صوتی تهدیدآمیز فردی ناشناس مسلمانانی که در مسجد رفت آمد می کنند تهدید به قتل می کند و می گوید مسلمانان به استرالیان تعلق ندارند و حق اعمال قوانین شرعی را ندارند. مقامات انگلستان از افزایش میزان جنایات اسلام هراسی در انگلستان و ولز بریتانیا در سالهای 2021 و 2022 خبر دادند. خبرگزاری تیارتی عربی اعلام کرد بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت کشور بریتانیا مسلمانان در دو سال گذشته بیشترین آسیب پذیری را در برابر هدف قرار گرفتند توسط دیگر گروه‌های مذهبی داشتند. بر اساس این داده ها پلیس بین مارس 2021 تا ماه مارس 2022 3459 مورد نفرت علیه مسلمانان را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42% افزایش نشان می دهد.